داستان سفر من به ابوظبی از روز دوم شروع میشه، چون روز اول که ماشین فرودگاه اومد دنبالم خیلی خوابالی بودم و ویدیوهایی که گرفتم چندان قابل پخش نیست. در نتیجه اجازه بدید از صبح روز نمایشگاه واسهتون شروع کنم. صبح ساعت 7:30 پا شدم، دوش گرفتم، کارت ورود به نمایشگاه رو برداشتم، کارت اتاقم براشم که بعدن که برمیگردم نمونم پشت در، به سمت آسانسور و بعدشم طبقه P1 رفتم تا برم سونه رو بزنم و آماده شم واسه مراسم. صبحونه هتلی که من توش بودم بی‌نهایت بود. در نتیجه این قسمت رو هم اسکیپ کنیم تا با بقیه بچه‌ها بریم سراغ خود مراسم. سر راهم یه دونه فراری قرمز بود که رخ هتل رو بهتر کرد. یه مسیر کوتاه رو طی کردیم تا برسیم به سالن اصلی. اونجا تقریباً تمامی کشورهای خاورمیانه و آفریقا بودن و خیلی فضای جالبی هم داشت. بعد از مدتی سر کشیدن به این بر و اون بر رفتیم توی سالن و سر جای خودمون نشستیم. نکته جالب اینجا بود که مراسم انگلیسی بود، اما برای رسانه‌های ترکیه و عربی ترجمه به زبان خودشون بود، اما ما ایرانی‌ها باید حتما انگلیسی بلد بودیم که خوشبختانه خوب بودیم. حالا کار نداریم. این مراسم مخصوص حوزه MEA یعنی خاورمیانه و کل آفریقا می‌شد و محصولاتی هم که معرفی شد برای این بازار شخصی سازی شده بود. بازاری که عربای اماراتی متمول داخلش باشن، یعنی چیزای لاکچری. LG از سری جدید تلویزیونای اورد خودشون نمایی کرد که برای اولین بار به صورت وایرلس هستن و شما فقط تلویزیون مثل قاب عکس می‌زنی به دیوار و تمامی کارهای پردازشی و صوتی تصویری و تو این باکسی که LG طراحی کرده اتفاق می‌افته و برای اون نمایشگر بی‌نظیر اورد ارسال میشه. اینم میگم که LG برای 11 سال متوالی تونسته بهترین برند اورد در دنیای تلویزیونا باشه که واقعا دستاورد مهمیه. بعد از این هم نوبت رسید به سری بعدی تلویزیوناش که اونها هم ویژگی‌های خفن خودشون داشتن، اما چیزی که واسه من خیلی جالب بود این مانیتور گیمینگ LG از سری اولترا گیر بود. این مانیتور میتونه بازی‌ها رو تو رزولوشن HD با نرخ فریم 480 فریم اجرا بکنه، یا اگر 4K بازی می‌کنید نرخ فریم 120 رو تجربه کنید. خیلی چیز عجیبیه. همه چیزش هم با وب او اس عرضه میشه تو این نمایشگاه، یعنی به کمک وایفای داخلی و اپ موبایل تینکیو میتونید هر چیزی رو که هر جای دنیا باشید کنترل بکنید. البته چیزای LG منظورمه. حالا اینا رو ولش کنید. تجمل‌گرایی LG از زمانی شروع شد که یخچال‌هاشو با پنل‌های رنگی قابل شخصی سازی شده عرضه کرده. یعنی شما با اپلیکیشنی که داری میتونی رنگ یخچالتو عوض کنی. چه کاریه؟ از این عجیب‌تر این بود که این یخچال‌ها به اسپیکر هم مجهز بودن، یعنی از آهنگای خودتون استفاده کنید یا از چند صد آهنگی که برای مدهای مختلف داخل یخچال تعبیه شده استفاده بکنید. مثلا عشقتون کشیده شام درست بکنید، آهنگ مخصوص شام درست کردن رو پلی بکنید. حالا من واقعا نمیدونم به چه دردی می‌خوره این داستان. اماراتی‌های پولدار احتمالاً استفاده می‌کنن. یه سری محصول دیگه هم تو همین نمایشگاه معرفی شد که واقعا واسه من عجیب بود. مثلا این LG استایلر که رسماً یه خوشویی خونگی به حساب میاد. شما لباسو اینجوری می‌ذاری رو چوب رختیای داخلش، بعد اینجوری بخار می‌خوره و یه جوری تکون تکون هم می‌خوره و یه حالت بوزدایی و اینجور داستانا هم واسات انجام میده. چوری کچم که بای بای میشه و میپوچی میری بیرون دیگه. بعد از این معرفی‌ها نوبت رسید به یک استراحت کوتاه و بعدش هم هنزان با همین محصولاتی که معرفی شد از نمایشگر شفاف اورد LG برای کافا بگیرید تا ترکیب ماشین لباسشویی و خوشگونش و تلویزیونای خیلی خفن LG و اینا چیزایی که تو استوریای دیجیاتو هم روز دیدین. حالا نوبت میرسه به ناهار. از اونجایی که میزبان کره‌ایه، ما رو براشون بردن یه رستوران کره‌ای تو اون سر شهر. غذاهای کره‌ای در ظاهر خوشمزه نیستن، اما وقتی میخوریشون میفهمی که خب اصلا در باطن هم خوشمزه نیستن. البته بجز این مرغ چیلی و اون نودل ترانسپرنت که انگار کمپانی ناتینگ تولیدش کرده. از اونجایی که همیشه وقت کمه و همش این تورگاید ما میگه بدوید بریم سراغ برنامه بعدی، غذامون رو جنگی خوردیم و رفتیم به سمت بزرگترین آکواریوم آبی جهان. البته بین خود اماراتی‌ها کلکله که اینی که تو دبی ماله بزرگتره یا اینی که اینجا تو ابوظبی بزرگتره، ولی خب ظاهرا این بزرگتره، چون فقط یکی از آکواریوماش که طراحی خیلی جالبی هم داره نزدیک 25 میلیون لیتر آب داخلش قرار داره. البته من وقت نکردم همه جا رو برم، اما یه سری جای خیلی خفنی داشت که واقعا زبون آدمو بند می آورد. مثل همین ستون آبی خفنی که میبینید که بهش میگفتن اندلس ویستا. بعد از اینم یه دونه شیر دریایی دیدم که تاغباز شنا میکرد. اصلا خیلی عجیب بود. شما میدونستید شیر دریایی چپکی شنا میکنه؟ نمیدونم چرا واقعا انگار کراپوش میره. حالا مهم نیست. بعد از این قضیه رفتیم سراغ موزه لوور. باریکلا، موزه لوور در ابوظبی. اسمش میشه موزه لوور ابوظبی. داستان اینجوریه که این بندگان خدا، این ابوظبی یا رفتن اسم موزه لوور رو به مدت 30 سال خریدن که از سال 2017 که این موزه باز شده اسمشو بذارم موزه لوور ابوظبی تا سال 2047. توش هم همه چی هست، تکه هایی از محراب مسجدی در دوره ساسانیان ایران تا چندین سنگواره منکراتی از دوران یونان و آخرین نقاشی داوینچی فقید. ما ساعت 5 دقیقه به 6 عصر رسیدیم به موزه و موزه بعد ساعت 6 و نیم تعطیل می‌کرد. این هنر تورگاید ما بود. در نتیجه راهنمای ما که خانم میانسالی به اسم آنا بود و اهل ایتالیا بود، به قول خودش سریع‌ترین بازدید موزه‌ای رو واسه اون رقم زد که توی عمرش تجربه کرده بود. یعنی کار 3 ساعت تو نیم ساعت انجام داد و هر چی پول گرفته بود حلال کرد.
بعد از این داستان هم دیگه یه دونه عکس دست جمعی انداختیم که به من ندادنش بهتون نشون بدم. بعدش هم خدافظی به سمت هتل. آیفون 12 منم خیلی مرام گذاشت که باتری رو خوب نگهداره. در نتیجه از اینجا به بعدش متاسفانه باتری یاری نکرد و پاور بانک هم همراهم نبود. همینجوری هم پاور بانک صدرا و شجاری و اهورا رو هم تموم کرده بودم. در نتیجه این صحنه زیبا از غروب ابوظبی یا به قول خودشون ابودبی که می‌بینید میشه سفر من، یعنی تای سفر من همینجاست. از اینجا بعدش هم اصلاً قابل فیلمبرداری و توصیف نیست چون اصلاً داستان عوض میشه و از این حالت این قضیه خارج میشه. دانش چی ولش کنید، فراموشش کنید کلا. امیدوارم لذت برده باشید. تا سفری دیگر، بدرود.